24 ساعت مثل رونالدو. امروز تصمیم گرفتم یک روز به جای کریستیانو رونالدو زندگی کنم. تاثیر نظر مربی باید تمام تمرین‌ها و تاکتیکایی که ازمون می‌خواد توی ترنینگ انجام بدیم و توی مسابقاتم هر انتظاری که ازمون داره رو باید مثل کریستیانو رونالدو برآورده کنیم تا النصر رو همراه با رونالدو برای اولین بار قهرمان عربستان کنیم. واقعا میتونیم. به به، حالا کریستیانو رونالدو با این لباس شماره 7ش وارد النصر شده و مربی ازش کاملا راضی نیستش و احتمال این وجود داره که اگه تمرین نکنیم توی ترکیب فیکس رامون نده و تعویضی بذارتمون. پس مربی به رونالدو یه سری تمرینات بسیار سخت داد که رونالدو بعد از پس اینا برمیومد. خب بابا، این اصلا تکنیکایی که رونالدو اینجا میتونه بزنه. او وضعیت رونالدو بده. بابا دفاع کردن گذاشتی واقعا واسه رونالدو؟ خدا وکیلی دفاع کرده. خب میگیره این همه رو. اوه یا علی، رونالدو برمیگیره میچرخه. ما داریم گل بزنیم آجی. بابا این تمرین مگه هم قبلی نیست آقا؟ ببین رونالدو کم نمیاره. رونالدو رو اینجوری دیدیم مثلا گفته که نزدیک 40 سالشه میتونه کم بیاره ما دریبلش بزنیم. آره حتما میتونی بدی دریبلش بزنیم. یه دریبلش. نه غلط کردم. ما چیزی گفتیم. بابا رونالدو چرا باید ارسال کنه وقتی که خودش قدش بلنده؟ آقا من نمیفهمم. آجی بگی بزن آقای بیشور. بگی بزن تو گل. بارکلا. بده تو بده تو بده تو بده سری. فوت. چی داره میشه آجی؟ باک خورد آجی. چرا اینجوری داره میشه آجی؟ توپ دم اینجوری توپ بود همه توپ رو داد. من نمیفهمم. برو خدا گل چه رونالدو، خواهش میکنم ازت. وای گله تو سرویس. شما اگه اینجا رو بگیری شاید بری تو گل. بابا مگه میشه؟ همه رو در برد. پس رونالدو تمریناتو به خوبی انجام داد و مربی ازش راضی شد و توی ترکیب فیکس قرارش داد. رونالدو باید توی اولین بازی خودش رو به مربی ثابت میکرد تا برای بازی های بعدی هم فیکس باشه. کریستیانو رونالدو توپ رو میگیره. یوالی چون چه گلی همون اول. کریستیانو رونالدو رو باید راه بندازد. دیره. گل دوم آجی بابارم نمیشه. گل دومم زدیم. آن کریستیانو رونالدو توپ رو گرفته. رونالدو حرکتشو انجام داده. از بین دو تا بازیکن داره رد میشه. رونالدو شوتشو نمیتونه بزنه. میتونه پاس بده به کریستیانو رونالدو. رونالدو شوتش نه. رونالدو داشت کار خودشو خوب انجام میده اما بین دنیای سرمربی داشت انتظار بیشتری داشت. دستک تو چرا نمیدین به من؟ خب رونالدو وقتی اینجا خالیه بکشیرش. خب تمام شد. مردین. آقا میشه توپ اینا رو بگیرین؟ میشه توپ اینا رو بگیرین؟ رونالدو انقدر نیاد عقب. یا علی. وای کریستیانو رونالدو رفت واسه گل بعدی. رونالدو پاسش به تالیسا. وای. رونالدو با تمرینات خوبی که انجام داده بود بهترین بازیکن زمین شد و تیمش 2-0 برد. پس مربی ازش راضی شد و به احتمال خیلی زیاد بازی بعدم فیکسه. لیگ عربستان شروع شده بود و کریستیانو رونالدو در اولین بازیش بعد مقابل الخلیج قرار میگرفت. فاز میگه سرمربی ازش راضی بود بدون اینکه تمرین کنه توی ترکیب فیکس شد. کریستیانو رونالدو حرکتشو انجام میده. پاس رو میرسونه. بابا نه. آی نمره رونالدو 5-9 شد. سرمربی ازش ناراضیه. دارن دمله میزنن. کریستیانو رونالدو جامونه اونجا. وای گلو میخوریم. دروزی با رونالدو یه بار دیگه اون هر حرکتو داره انجام میده. رونالدو به داخل میزنه. خود رونالدو شوت میرونه. در نیمه اول رونالدو با یه سوتی که داده بود پاس گل خوردن تیمش شد اما باید تو نیمه دوم جبران میکرد. وای رونالدو تک به تک. رونالدو توی در بود از دیگه این بار. رونالدو داره میره. پاسو بده. رونالدو شوتش نشه. گل نمیشه. پاسو بده. بزن گل. توی در بود از پاس گل رونالدو. دو بار یک کامبک میزنه النصر. امتیاز 10 میگیره. داداش بکش اینجا اول فصلی. اول فصلی. بره کلا گل سوم النصر. پس کریستیانو رونالدو رونالدو میرسه زده حمله زدن. کریستیانو رونالدو مجبور است همونجا شوت کنه. گل چجوری گل شدید و تمام. رونالدو بازی رو 4-1 میبره. با نکاتی که سرمربی بین نیمه دوم به رونالدو گوش زد کرد رونالدو با 2 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن زمین شد و سرمربی ازش راضیه. پس النصر فعلا در جدول 4 شد اما بازی بعدی با الاهلی بود که صدر جدول عربستان بود. اما از اونجایی که رونالدو به کم راضی نیست تمرینات سنگین خودش شروع کرد تا بتونه در مقابل بهترین تیم عربستان قد علم کنه و صدر جدول رو پس بگیره. پس توی ترکیب با الاهلی فیکس شد. رونالدو کاملا آماده بود تا خودش رو نشون بده اما بازیکنان الاهلی هم چیزی کم نداشتن. پاس به کریستیانو رونالدو میرسه. رونالدو از لب خط داره حرکت میکنه. اونجا اگه بتونه توپشو بزنن خطرناکه. رونالدو پاسشو میده رو وسط‌تر. رفتیم واسه دمله. تالیسا بعد بزنه شوت. چرا معطلن؟ رونالدو حرکتشو داره انجام میده رو به جلو. رونالدو یه بزن شوتو بزن. بارکلا. النصر رو بود اما بین دو نیمه رونالدو ناراحت بود. چرا که فقط یه گل زده. وای دمت گرم دروازه‌بان.
شوتو بزن رونالدو در میاره دروازه‌بان و تمام. الاس با تشکیل رونالدو بازی رو میبره و رونالدو باز دوباره بهترین بازیکن زمین میشه. کریستیانو رونالدو باز دوباره تمرینات طاقت فرسای خودش رو شروع کرد تا در 40 سالگی هم بدن خودش رو آماده ی رقابت بعدی نگه داره. اما الاس هر روز به صدر جدول نرسیده بود و بازی بعدیش با تیمی بود که ششم جدول. تماشاگرها اومده بودن تا تیم رو حمایت کنن و رونالدو هم از اونجایی که تجربه بالایی داشت یه سری نکاتی رو به تیم گوش زد کرد. دیبروینه رو خریدن کاپیتان تیم جون دیبروینه. نباید گل بخوریم. نباید تیممون گل بخوره. رونالدو باید بالاخره قهرمان کنه النصر رو توی مسابقات. نه 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 خراب میکنن بازیکنای ما. وای وای چه گلی خوردیم. رونالدو شوتش کن رونالدو نه. وای که بینی بروین خطرناک شوت بزنه گل خوردیم. تیم نیمه اول وقت بود و رونالدو در فکر این که چجوری میتونه به این تیم گل بزنه. نه وای گل بعدیو نخوریم. گل بعدیو نخوریم. گل بعدیو نخوریم. برو خدا رونالدو. رونالدو رو خدا. بابا چی اصلا تو نرفت تو به قرآن. وای رونالدو رو تعویض کرد. رونالدو تعویض شد و اون بازی الناس دو بار هیچ باخت. سرمربی کاملا از رونالدو و تیم و خود رونالدو از خودش ناراضی بود. تیم صدر جدول رو از دست داد. جدول جایگاه هفتم رسید. رونالدو از اینکه گل زده بود به شدت عصبانی بود. پس رفت تمرینات طاقت فرسای خودش رو دوباره شروع کرد تا شاید تمرینات جدیدی که به خودش داره میده بتونه روحیه و انگیزه قبلو بهش برگردونه. بازی بعدی با الاتحادی بود که سوم جدوله. اما واقعا رونالدو میتونست گل بزنه؟ پس رونالدو نمیرسه. بگی لبخند تو لبخند داره میره یارو تونل مگه اونجا. بده جلو بده جلو بده جلو بیشور. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. وضعیت خیلی بد بود. رونالدو نامید. النصر باخت. باخت پشت هم. واقعا رونالدو باید چی کار میکرد؟ النصر هنوز هشتم جدول بود اما با سر جدول 6 امتیاز فاصله داشت. واقعا رونالدو میتونست با تمرینات هوشمندانه که انجام میده باز دوباره برگرده و کامبک بزنه و باز النصر صدر رو به دست بیاره. پس برای بازی بعدی که با ششم جدول بود توی ترکیب اصلی قرار گرفت. بده من رونالدو باید بیاد از اون جلو دفاع بکنه. نمیفهمم. آها باریکلا بده من باریکلا جلویی. مانه ببین منو بزن بره توی گل. دیگه این دفعه بعد گل بخوری. پاس زیبای مانه. های رونالدو به گلزنی باز شد و لس دو هیچ جلو میفته. وای رونالدو شوتش در میاره دروازه بان. یعنی رونالدو هدش. حالا این گل بعدیه. رونالدو حرکت کرده توی عمق. کریستیانو رونالدو میتونه هتریک بکنه. نه تیر دروازه. وای تک دروازه بانه ما. نه تاق دروازه و تمام. هواداری النصر از رونالدو تشکر میکنم و رونالدو که از عمل کر خودش با دو گلی که زد راضیه. النصر به پنجم جدول میرسه و اختلافش با صدر 3 امتیاز میشه. حتما یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اگه جدید هستین سابسکرایب کنید. رونالدو متوجه شد تمرینات که انجام داد خیلی موثر بود برای گلزنیش. پس همون تمرینات رو دوباره انجام داد تا برای بازی بعدی آماده شه. النصر با تیمی بازی داشت که توی جدول هفتم بود. اما مربی از رونالدو انتظار بالایی داشت. خطرناکه. برو آفساید نیست. پاس گل رونالدوه. از میگه که رونالدو هر وقت گل میزنه از بازی خودش راضی نیست. پس نیمه دومو یه جور دیگه بازی میکنه. رسال انجام میشه. کریستیانو رونالدو اونجا نیست و چه گلی میخوریم. مفت. این شماره هاشون رو باید بگیرم. خیلی خطرناکه. رونالدو برگردون نمیزنه. نمیذاره دیگه بزنم. بذار رونالدو شوت کن. نه پاس رونالدو میرسونه اونجا به شماره 94 مون. باید پاس کنم به خود رونالدو. پاس به خود رونالدو. شوت رونالدو بازم گل نیست. وای آفساید. من بازی تموم میشه. هواداری النصر ناراحت هستن که نتونستن صدر رو به دست بیارن و رونالدو که باز هم تلاشش نتیجه نداد. رونالدو به خاطر انگیزه پایینش و گل زدن شیک اوورال کمتر شد. پس این مار تمرینات انفجاری و تمرینات شوت زنی و سرعتی خودش رو انجام داد تا قدرت گلزنیش برگرده. بازی بعدی با الشباب بود که توی جدول 13 یاری بزی با کریستیانو رونالدو اونجا راه میندازه بازیکن خودی و باید بری با سه گلزنی. برو بزنش خاکشون سرت. یاری بزی کریستیانو رونالدو میره واسه شوت زنی. شوتش بیرونه. نه بزن شوتو بزن دیگه. برو تو گل. تک به کریستیانو رونالدو داره شک میگیره. میتونه گلش کنه رونالدو یا نه؟ شوتش بیرون. چه جوری دا گل نمیشه.
وای 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 رونالدو چه گلی میزنه رونالدو از اینجا با سرعت 125 کیلومتر در ساعت حالا هوادارا ازش خوشحالن راضی است سرمربی ازش راضیه و بعد تمرینات رونالدو جواب میده و لستر بازی رو یک بر هیچ با تک گل زیبایی رونالدو میبره رونالدو از خودش خوشحال بود و داشت خودش رو شکر میکرد چرا که شادی و به رخکن برگرد حالا لستر دوم میشه بعد یک امتیاز تا صدر جدول پیام داده به رونالدو چی گفته سرمربیه شب بخیر کریستیانو من واقعا از آن چقدر شما دیدم ناامید شدم اما مطمئن نیستم در حال حاضر بتوانم روی تو به عنوان عضوی از تیم حساب کنم اصلا مهم نیست که تو در رکیب اصلی قرار دهم اگه بخوام جایگاه خود را به دست بیاری به شما نیاز دارم در تمرین هم حضور پیدا کنی در مورد کار سخت و اکنون به شما بستگی دارد با احترام لوئیس کاسترو داش دهنه تو سرویس خداوکیلی خیلی نمک نشناسی پس سرمربی با دادن تمرینات مبتدی به رونالدو اونو تمرین کرد تا بدونه هر کسی که باشه باید توی تمرینات شرکت کنه بازی بعدی با تیمی بود که پنجم جدول بود و النصر بازی رو میبرد احتمال خیلی زیاد صدر میشد هواداری النصر با شور و اشتیاق زیادی اومده بودن توی ورزشگاه جوری که مطمئن بودن میتونن صدر جدول رو چپ تسخیر کنن وای خطرناک رونالدو تک به تک میتونه بشه رونالدو شوتشو میزنه توی دروازه است حالا اینجا وای خدا بگیرین وای تک به تک گل رو نمیخوریم نه خواهش میکنم خواهشن گل نخور زده همین خطرناک از سمت چپ میخوان ارسال بکنن روی دروازه ما رونالدو اونجا هست توپو میگیرن بچه ها بازی تمومه باید داور سوتو بزنه به صدر رسیدیم یا نه بزن رونالدو بره بانک تیم نتیجه خوبی رو گرفت و هوادارا کاملا خوشحال نبودن یعنی رونالدو و تیم رو نتونست هنوز قهرمان بکنه و باید بیشتر تلاش کنه و بعد توی جدول النصر صدر جدول میشه ای ولی نه الهلال یه دونه بازی از ما کمتره اگه ببره دیگه ما صدر نیستیم میگم چرا خوشحال نیستن بازی بعدی النصر با صدر جدول یعنی الهلال بود پس رونالدو تمرینات شوت و مهارت‌های فردی خودش رو انجام داد تا برای این بازی کاملا آماده شه تنها شانس قهرمانی النصر در این بازی بود هوادارهای دو تیم اومده بودن و سنگ تمام گذاشته بودن النصر یک پارچه و یک دست شده بود تا این بازی رو برای صدر ببره بده برم تک بدکم یا علی مدد یا علی بزن بره توی بیرون چرا پاسو بده گل زدم نه رونالدو سر خوبی اونجا میزنه رفتیم واسه زده حمله اگه رونالدو رو راه بندازه میتونه کارو تموم بکنه این ریسکیو رونالدو دیگه باید تموم کنه کارو چرا بیرون میزنه پاس به کریستیانو رونالدو دیگه نباید دست بده دیگه نباید این فرصتو گل نکنه رونالدو دیگه گلش میکنه حالا رونالدو هست تو چادی باید بریم عقب بارد بریم عقب وای نیمار داره میره سرعت رونالدو کمه به نیمار نمیرسیم ما باید بریم تو پاش نه یک مساوی بده من آفساید به خدا این آفساید اینقدر دیر دادی نه آفساید نیست و رونالدو گلش میکنه حالا ایرش پاس بده من بشوت نه تیر وای تمومه رونالدو کار خودش رو میکنه رونالدو هوادار النصر در بحث فرو میبره و باعث قهرمانی تیمش و رسیدن تیمش به صدر جدول میشه رونالدو با تن بازیکن زمین شد و شور و هیجان به رخکن درگشته بود النصر به بازی پایانی سال رسیده بود اما هنوز توی جدول الهلال دوم بود پس النصر اگر این بازی رو ببره آخر همین بازی رونالدو کاپ قهرمانی رو بالای سر میبره یعنی پس از سالها انتظار کریستیانو رونالدو میتونه کاپ قهرمانی رو بالای سر خودش ببره یا اینکه نه یه دریبل زیبای رونالدو رفت و تک به تک شدن کریستیانو رونالدو شوتشو میزنه و توی دروازه گرمزی با رونالدو شوتش نه میتونم برسونم به رونالدو کریستیانو رونالدو یه دریبل میزنه اونجا شوتشو باید چجوری همونجا گل زدیم یه دونه ارسال بکش اینجا بزن نه باش فقط چند ثانیه تا پایان این دیدار و قهرمان شدن رونالدو پس از چند سال توی النصر و خدا حافظی از فوتبال وای خدایی داره تموم میشه تموم میشه قهرمان شدیم نشدیم کاپ رو میارم برای تیم قهرمان یعنی النصر و رونالدو این که پس از این کاپ از فوتبال حرفه‌ای خدا حافظی میکنه و دیگر این چهره رو توی این فوتبال نمیبینیم النصر قهرمان میشه با حضور رونالدو و آقای گلی هم به دست میاره هوادارانی که در اوج خوشحالی تعزیلشون از نبود رونالدو غمگینه و استقبال هواداران از تیم خودشون در عربستان و از کریستیانو رونالدو که تونست بعد از دوران حرفه‌ایش
کاپ رو برای این تیم به دست بیاره. باورم نمیشه دیگه رونالدو رو نمیبینیم. اگر از ویدیو لذت بردین حتما این دو تا ویدیوی 24 ساعت هم ببینید. دمتون گرم.